شما صبحی هستی یا بعد از ظهری پسر جان؟ بله. مدرسه شیفت صبحی یا بعد از ظهر؟ هیچ کدوم. یعنی چه؟ بچه به سن و سال تو الان باید تو مدرسه سر درس و مشقش باشه. بزرگترت کجاست؟ پدرت مادرت؟ خونه هستن آقا. خودشون تو خونه نشستن، تو رو از مدرسه کشیدن بیرون فرستادن سر کار. اجازه آقا. برو برو ولی تو برد و بیار، تا یه ساعت دیگه هم باید دم این در باشن. بدو زود جانم. اینجا جون میده واسه تأسیس یک مدرسه شبانه روزی که آدمی فوج دانش آموز مفید و کارآمد تربیت کنه و تحویل جامعه بده. بله قربان. من قربان نیستم آقا. ادیبم، یعنی نام فامیلم ادیبه. بله بله جناب ادیب. آخه میدونید بنده بنده کیه آقا؟ آزاده باشید و شأن آدمی رو با این واژه های نامناسب. درست میفرمایین، عادت دیگه. ببخشید قربان. ببخشید جناب ادیب. عادت های ناپسند را کنار بگذارید جانم. بله چشم، حتما. ببخشید میدونید بند ببخشید من سعادت. به 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 به، عجب ترکیب زیبایی. من سعادت. میبینید جانم، شما که قریحه استفاده از واژه های زیبا رو دارید، چرا بنده؟ چرا قربان؟ سپاسگزارم استاد. چه فرمایشی؟ من یه اتاق میخوام برای اقامت. تا زمانی که مکان مناسبی برای تأسیس یک مدرسه شبانه روزی پیدا کنم. مدرسه شبانه روزی؟ بله، فکرهایی دارم. فقط کافیه مالکی رو که مکان مناسبی برای تأسیس یک آموزشگاه منحصر به فرد داره پیدا کنم. پیدا میشه آدمش، امید به خدا. بله، البته این کار علاوه بر سرمایه گذاری، درک مناسبی از سیستم های آموزشی روز دنیا میخواد. معلمی با سابقه من پولشو نداره، اونی هم که پولشو داره اغلب. بح بح، پس باید حدس میزدم که شما معلم باشید. بح 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 بح. بله، آموزگار بازنشسته که هنوز عاشق کارشه. عشق به کار چیزی که آدم رو زنده نگه میداره. آفرین آفرین بر شما. از همون ابتدا فهمیدم که اینجا همون جاییه که مدت هاست دنبالشم. ببخشید منظورتون از اینجا هم؟ اول باید اتاقاشو ببینم. اتاقا؟ بعدم سرویس بهداشتی. ببخشید قربان، منظورم این بود که ما یه اتاق نمونه داریم که میتونیم در اختیارتون بذاریم. مش نمونه خرواره، از همون اتاق نمونه شما شروع میکنیم. پس بفرمایید. از این سر بفرمایید. شد. قبولیست. اول قرار با پای چپ بزنیم با پای راست بزنیم. فرق میکنه، فرق میکنه. اوه ای وای بچه، شما مگه قرار نبود ولی تو بیاری؟ واقعا که خجالت آور آقای سعادت. نه خیلی، این آقا معلم مسافرخونه رو با مدرسه اشتباه گرفته. میگم حالا چیکار ولی این بچه داره؟ چه میدونم، نگاه کن بچه بنده خدا دل تو دلش نیست. برو یه آبی به دست صورتت بزن تا نیمده پایین از نمره انضباطت کم کنه. بیا اینو بگیر یه جا قایمش کن، ببین چه گیری افتادیم سر پیریا. میگم حالا چرا تو رو هول برداشته؟ آقا معلم لولو خورخوره که نیست. بفرمایید آقا معلم بابا. یه گلوی تازه کنید. ممنون. اول باید یه صحبتی با این بچه بکنم. بهتره الان نری سراغش، مثل این میمونه که از کلاس درس بکشیدش بیرون. ای الان که زنگ تفریح بود. سخت نگیرید آقا معلم. بفرمایید بفرمایید. این پسره که ما باید به پسره که شما سخت بگیرم. در ضمن
شما به احساس مسئولیت در قبال بچه ها میگید سختگیری؟ فرمایش شما متین آقا معلم، این بچه ما احساس مسئولیتش از آدم بزرگان بیشتره، وگرنه با این سن و سالش مسئولیت خانواده به عهده نمیگیره. این چه خانواده ای که پدر مادرش میشینن کنج خونه بچه‌شون باید خرجشون رو بده؟ از رو ناچاری آقا معلم، وگرنه کدوم پدر مادری دلش میاد که بچه‌ش کلاس درسش ول کنه به خاطر 2000 درصد؟ من این موها رو تو آسیاب سفید نکردم باجی خانم، به اندازه موهای سرم بچه دیدم. همینطور والدینی که نسبت به وضعیت تحصیلی فرزندانشون نشست مسئولیت داره. ما نمیدونم آقا معلم، حتما همینجور آدم ها هستن که شما میگین، که الهی خدا عقل و انصاف بهشون بده. این بچه طفل معصوم پدرشه. ببخشید سر و صدای بازی ما شما رو اذیت کرد. به 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 به، من از چیز دیگه ای آزرده شدم جناب سعادت. انتظار بنده از شما بیش از این هاست. ببخشید خطایی از من سر زده؟ جسارت جناب سعادت، ولی فکر نمی کنید بهتر باشه به جای هم بازی شدن با بچه ها اونا رو به تحصیل تشویق کنید؟ ای آقا، اگه اختیار این بچه دست من بود الان باید توی مدرسه سر درس و مشقش بود، اما حالا که نیست من میتونم با یه چیز ساده خوشحالش کنم و تا اونجایی که عقلم قد میگه بازی بازی یه چیزی یادش بدم. بازی بازی؟ بله بله، بازی بازی یه چیزی یاد بگیره. منظورتون از یه چیزایی فوتباله یقیناً. مبارزه آقا، مبارزه برای برنده شدن. وقتی میتونه به رضای ما گل بزنه کلی رویه میگیره آقا. البته رضای ما گاهی وقتا از قصد جا خالی میده که گل بخوره. البته این همشیره ما اغراق میکنه. ولی مگه خود من چجوری چیز یاد گرفتم؟ خدا بیامرزه آقامو. میگفت زندگی همش درسه، وجب به وجبش مدرسه است. میتونی چیزی یاد بگیری بری بالا یا رفوزه بشو درجا بزنی. خدا رحمتش کنه، یه سواد اکابری بیشتر نداشت ولی حرفاش مغز داشت. چرا راه دوری بریم باجی؟ همین آقای ادیب ما همین امروز از در نیومده کلی چیز بهم یاد داد. عجب، فما بی نصیب بودیم. مستفیض بفرمایید ما را آقای معلم. چای تو یخ نکرده؟ میخواین عوضش کنم؟ بازی بازی. بازی بازی. اگه جواب بده بعدش به نام خودت ثبتش میکنم. بعدش باید بریم توی حیات قناری رو آزاد. آخه من بهش خود دادم وقتی تو برگشتی خونه آزادش کنم. بفرمایید در بازه. آقا اجازه؟ بفرمایید داخل سعادت عزیز. یه زنگ تفریح به اون مغزتون بدین استاد، یک گلویی تازه کنید. دست شما درد نکنه، محبت کردین. اختیار دارین، خدمت به معلمی مثل شما باعث افتخار من و مسافرخونه سعادت قربان. نه خیر، از قرار باید یک جریمه اساسی به شما بدم تا این عادت از سرتون بیفته. چه کنم؟ 100 بار بنویسم غلط کردم قربان؟ نه، بنویسید بنده غلط کردم قربان. جسارت منو ببخشین استاد، مزاحمتون شدم. چه مزاحمتی سعادت عزیز؟ اینقدرم به من نگید استاد. بعد از 30 سال حرفه آموزگاری تازه دارم میفهمم که خودم چقدر محتاج آموختنم. شکست نفسی میفرمایین شما؟ نه نه نه، تعارف نمی کنم، حقیقتو گفتم. وقتی به تمام سالهای آموزگاریم نگاه میکنم میبینم بله، من تمام زندگیمو وقف آموزش در مدارس کردم، اما از مدرسه بزرگتر غافل بودم. خب به امید خدا کسی پیدا میشه اون مدرسه بزرگی که آرزوشو دارین درست کنه. آدمای خیر تو این شب کم نیسته. مقصود من از مدرسه ساختمان یک آموزشگاه نیست دوست عزیز،
بلکه همون مدرسه بی نام و نشانیه که شما امروز با یه بازی ساده و به ظاهر کودکانه به من نشون دادین. من کی باشم که به شما چیز یاد بدم جناب عدیب؟ شما؟ شما جناب آقای رضا سعادت ابداع کننده شیوه آموزشی بازی بازی بیاموز هستید. بازی بازی بیاموز؟ شیوه؟ من چیکار کردم؟ قصد دارم کتابی تألیف کنم با همین عنوان، البته بر اساس پژوهش‌های میدانی، آموزش در کوچه و خیابان با استفاده از بازی برای بچه ها در شهرها، در روستاها، عشایر، البته با مشارکت بزرگسالان، افرادی مانند شما، این آموزگاران خودانگیخته. بله بله، آموزگاران خودانگیخته واژه مناسبی برای افرادی مانند شماست. والا چی بگم، من که درست نمیفهمم. یعنی حرف زدن به زبان ساده و قابل فهم. بله بله. این اصل مهمیه که باید در این شیوه آموزشی در نظر گرفته بشه، حرف زدن به زبان ساده و قابل فهم. اینا چیزای مهمیه، فقط میمونه جلب رضایت شما برای همکاری در این پروژه پژوهشی و البته تعیین حق و حقوق مادی و معنوی شما. چه حق و حقوقی جناب ادیب؟ من کارم چیز دیگه است، ولی اگر از من کمکی بخواید چشم. فقط چی سعادت عزیز؟ این بچه پسرک واکسی رو میگم، یکم دلشوره افتاده تو دلش از وقتی که شما گفتین ولیشو بیاره. میخوام شما عنایت بفرمایید. ای وای ای وای، من قصدم ترسوندن این بچه نبود، فقط میخواستم با صحبت کردن با والدینش شرایطی فراهم کنم برای تحصیل در یک مدرسه شبانه. فکر خوبیه. بله بله درسته، اجازه بدین. ببخشید من الان فکرم یه خورده مغشوشه. زدودن رو با چه زی می نویسن؟ رزه. مطمئنین؟ بله. زدودن ترس و ایجاد امنیت در فضای آموزشی. اینه. بله همینه. خب یکی دو تا فرمه که باید پرشون کنی. کی باید پرشون کنه؟ ولی دانش آموز، کسی که زمانتشو به عهده گرفته. پدرش که مریضه، مادرش هم سواد درست درمونی نداره. پس کی رضایت‌نامه کتبی رو مینویسه؟ ما مینویسی؟ بعد براشون میخونیم. اونا امضا میکنن؟ شاید هم مهر بزنن. بسیار خوب، میمونه مسئول مستقیمی که تو اوقات ضروری بتونه جوابگو باشه. جوابگوی چی؟ ببینین مدرسه ما یه مدرسه شبانه است، مسئولیت مراقبت از دانش آموزا خیلی سنگین تره. به هر حال دانش آموز به یه دلایلی نتونست توی مدرسه روزانه ثبت نام کنه. منظورم اینه که حتما یه دلیلی داشته دیگه. باشه فهمیدیم. بنویسیم مسئول پاسخگویی به اولیای مدرسه رضا سعادت و باجیشه. نه خیر، ننویسید. تمام مسئولیتشو من به عهده میگیرم. من اصرار داشتم که اون بچه ثبت نام کنه. بسیار خوب، پس این فرما رو حتما تا فردا پر کنین. بهتون تبریک میگم از اون اتفاقاییه که من همیشه بهش حسودیم میشد. با اجازه. آفرین به خودمون. قبول نیست. من هنوز ناشیم. چی رو قبول نیست؟ باید اینطوری شوت بزنید ناکنید. یک هیچ به نفع داور. من گل زدم. بله تو گل زدی، ولی من رضایت نامه از پدر مادرت گرفتم برای مدرسه شبانه روزی. راست میگم. بله که راست میگم. ممنون سعادت عزیز. بریم. کجا بریم؟ اول بریم رضایت نامه کتبی رو از والدینت بگیریم و بعد ثبت نام. رو بیافریم. یه بسید کنم. رم برم.